با تحویل اولین محموله کامیون های کمپرسی به سازمان همیاری شهرداری ها و دهیاری های کشور، استان سمنان مراحل بومی سازی صنعت خودروهای سنگین عمرانی را آغاز کرد. شکل این دو تا مناقصه در سازمان برنده شد برای 150 عدد کامیون سنگین کمپرسی و 100 عدد تانکر که از امروز در واقع شروع تحویل این کامیون ها بود. طی این مراسمی که مشاهده فرمودید 50 دستگاه اول کمپرسی ها تحویل شد و به صورت محموله های 50 تایی در کمپرسی ها و محموله های 30 تایی در تانکر ها اینها تحویل خواهد شد به سازمان شهرداری ها. خط تولید کمپرسی و تانکر همکنون با 20% ساخت داخل و توان 3 دستگاه در روز فعالیت می کند که در طرح توسعه این میزان به 30% خواهد رسید و تعداد تولیدات هم 2 برابر خواهد شد. محصولاتی که تولید داخلش رو ما شروع کردیم انواع لودرهای 3 تن، 5 تن و 2 تن هستن، بیل مکانیکی و انواع لیفتراک هستن که ما در حقیقت در مجموعه دو تا کارخونه شهر مشهد و کارخونه سمنانمون داریم تولید میکنیم. اونا رو تو زمینه کامیون ها 4 تا تیپ کامیون رو در حقیقت شروع کردیم. مسئولان ملی هم به شرط افزایش بومی سازی بازار داخلی را به سمت خرید این محصولات هدایت خواهند کرد. برای ما شاید میزان تولیدات شاید تو اولویت دوم باشه، کیفیت تولیدات و گفتم درصد تولیدات داخل الان برای ما اهمیت بیشتری داره. ما در این کارخونه میبینیم که توی کار موفق بشن. تولید انحصاری این خودروی عمرانی در سمنان در مرحله نخست برای 100 نفر شغل ایجاد کرده است. با اجرای این قراردادها و تحویل محصولات تا پایان امسال جدیدترین مدل خودروهای سنگین کشنده نیز در این خط تولید راه اندازی